سفت بشینید که انقدر خبر از RE9 نومده بیرون که همشون پش میزونن. سلام به همه دوستان عزیز، من رسانم، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه از کانال گیمر رسان شو. دمتون گرم که همشه کانال خودتون کانال گیمر رسان شو رو اومد میکنید. دنبال اخبار جدید رزیدنت ایویل هستید، کانال من سابسکرایب بکن. اخبار GTA هم میتونی اینجا پیدا بکنی، کلا اخبار جدید گیم میتونی تو کانال رسانش پیدا کنی. بعد کانال منو سابسکرایب بکن. بچه ها امروز خیلی حرفای خفنی میخوام راجع به RE9 بزنیم و منبع این اخبار از کانال فوق‌العاده رزیدنس آف اویل، یعنی میشه گفت مرجع ترین کانال رزیدنت اویل دیگه، هممون فکر کنم اونایی که عاشق این فرانچایز هستن کانال رزیدنس آف اویل رو بشناسن، و توییتر سنترال آف اویل فکر کنم چیز اینطوری اسمشه، و خیلی حرفای خفنی راجع به رزیدنت اویل گفته و خیلی، یعنی یه طوری مثل که پازل‌ها رو کنار هم بذارید تقریبا میشه گفت 90-95% این حرفا درسته. وقتی یه اخبار به این جزئیات میاد بیرون، یعنی خیلی زود قرار ما RE9 رو، یعنی تریلرش رو دریافت بکنیم. پس منتظر باشید. یه هشدار اسپویل هم بهتون میدم، چون یه مقداری مثل اینکه از داستان بازی هم قرار شما باخبر بشید. وقتی رسیدیم به داستان بازی میتونید حالا ویدیو رو بزنید جلو، ولی کلا بیشترش راجع به داستان بازیه. یعنی شما با اول RE ویلیج رو بازی کرده باشی، کامل داستانش رو بدونی، قضیه خانواده وینترز، و خب قرارم هست یه خورده از داستان RE9 هم اسپویل بشه. خیلی ویدیو امیدوارم خیلی طولانی نشه، چون خیلی مطالب زیادن و بریم سراغ مطالب. خب بچه ها، من این خبرها رو ترجمه شده از کانال رزیدنت اویل فارسی من برداشتم و بریم که شروع بکنیم. حالا داستان چیه؟ نوشته که یکی از تسترهای RE9 اطلاعات جدیدی از این بازی به اشتراک گذاشته که شامل اسپویل داستانی هم میشه. همین الان بهتون میگم اسپویل داره، توجه داشته باشید که تمام اطلاعات زمانی که کپکام به طور رسمی اعلامیه منتشر نکنه شایع محسوب میشود 100%. خب شروع بکنیم. یک، داستان بازی 4 سال پس از بقایای نسخه ویلیج اتفاق میفته. وقتی این رو میگیم یعنی بازی به ویلیج رب داره. حالا در ادامه بهتون میگم. پس همین الان اگه هنوز ویلیج رو بازی نکردی، رزیدنت ایویل ویلیج رو بازی کن که RE9 قراره رب داشته باشه به رزیدنت ایویل ویلیج. دومین چیزی که لیک شده خیلی خفنه و میشه گفت تقریبا دیگه همه ما منتظرش هستیم که اتفاق بیفته، جل ولنتاین و لیان اسکات کندی شخصیت های اصلی خواهند بود. ایول، امیدوارم که این حرف درست باشه. کریس ردفیلد و بری بورتون شخصیت فری خواهد بود. حالا بچه، کریس ردفیلد رو اکثرا میشناسید، بری بورتون میشه گفت عضو گروه استارز. رزیدنت یک رو بازی کرده باشید، سه نفر وارد امارت اسپنسر میشن، یکیش خدمتتون عرض کنم آلبرت وسکر، جل ولنتاین، چهار نفر بخشی کریس ردفیلد و بری بورتون که عضو گروه استارزه. خب جل ولنتاین لباس تاکتیکی تری به تن دارد، شبیه به رزیدنت ایول 5 لاست این نایتمرز. اگه یادتون باشه یک، حالا توی میشه گفت کنم DLC رزیدنت ایول 5 میشه، یه تصویری هست که رزیدنت ایول 5 که جل ولنتاین میبینید یه لباس تاکتیکی تور پوشیده، میگه لباسی که توی رزیدنت ایول 9 داریم مثل اونه. لباس های لیان چیزی شبیه به فیلم رزیدنت ایول دامینیشن، همون که یه جلیقه میشه گفت کرمی تور پوشیده بود، قیافش هم که دیگه چقدر خوش تیپه اونجا. و ظاهر جل ولنتاین شبیه به انیمیشن رزیدنت ایول دت آیلند است، با این حال که لیان بسیار پیر به نظر میرسد. میشه گفت ظاهر جل ولنتاین یعنی هم مشابه رزیدنت ایول 3 ریمیک، اینو بهتون میگم بهتر میشه شاید خیلی یاد دت آیلند رو نیده باشن، شاید رزیدنت ایول 3 ریمیک. بعضی من خیلی چهره و فیس خوبی داره دیگه، همینه دیگه، میخوام کدوم بذارم. داستان اصلی بازی، اینجا هشدار اسپویل دارم تیم بزنید جلو. جیل از BSAA و لیان از DSO جزیره ای را بررسی میکنن که شرکت سازنده اولین در اونجا زندگی میکنه. اولین خود دیگه میشناسید توی اتفاقات رزیدنت ایول ویلیج و 7. آنها در حال ایجاد کلون های جمعی از اولین با مگامایسید هستن. میگه دارن یه چیزای شبیه به اولین هی تولید میکنن اونجا، اوکی. و خیلی خفنه خدا وکیلی. همینجاست که ما میتونیم کوشیناکانیشی گفته بود که من بعد رزیدنت ایول 7 فهمیدم چیکار باید بکنم، یعنی اصلا همونجا میتونیم ما متوجه بشیم که داستان رب داره رزیدنت ایول 7. حالا آقا ویلیج رو ول کن،
داستان اویلین چه میدونم میا ایتمیترز یادتونه چه اتفاقی افتاد، ربط داره به اون. کریس و بری از طریق تماسه رادیویی از جل و لیان حمایت خواهند کرد، این کاری که مثلا چه میدونم مثلا لیان با هانیگن داشت یادتونه چطوری با هم تماس داشتن، یا خود ایتن توی رزنت ویلیج بعض موقع با کریس ردفیلد ملاقات میکرد، احتمال داری همچین حالتی باشه. داخل بازی شخصی از روزماری وینترز نام میبرد، همچنین افرادی از خون روزماری برای ساختن واکسنی برای ساکنین جزیره استفاده خواهد کرد. پس روز وینترز حضور، اصلا شاید آخر بازی رزنت ویلیج که روز رو بردن خاطر همینه که بخوان ازش واکسن تولید بکنن، یه چیزی اینطوری که به نظر من بهتون گفتم روز کنار نذاشتنش و حتما توی رزنت ویلیج 9 امکان داره وجود داشته باشه. جیل و لیان به مگا مای سیت، اگه دارم اسمشو درست میکنم، مگا مای سیت دیگه درسته، آلوده خواهند شد و یعنی مثل همیشه دیگه کارکترهای اصلی بازی آلوده میشن. لیان که کلا ساقی آلوده شدن داره دیگه توی رزنت ویلیج 4 به لاس پلاگاس. بلو امبرلا باز میگردد، مکان جزیره شامل یک بیمارستان متروکه، غارها، خانه های متروکه، جنگل تاریک، کارخانه متروکه، آزمایشگاه و معبد است. آزمایشگاه همیشه توی رزیدنت ایل هست، حالا این جایی که گفته اصلا احتیاج به لیک هم نداره، همیشه رزیدنت ایل این چند تا مکانی که همیشه بوده توی رزیدنت ایل هاش همیشه هست. دشمنان اصلی زامبی های تکامل یافته خواهند بود، شبیه به گنادوس، همون میشه گفت آدم های دهکده رزیدنت ایل 4، زیرا میتوانند سلاح های خشنی استفاده کنند، مثل مثلا همون چه میدونم تبر و داس و نیزه و این چیز هم تصفیه کنن. آنها ماه رو میپرستن. بچه ها لطفاً این رو دقت داشته باشید تا یه چیز خیلی پشمیزود در ادامه بهتون بگم، و روی بازوی خود خالکوبی ماه دارن. صدای آواز آهنگ تری، درست دارم میگم ترای، نمیدونم، برای ماه در حالی که به دریا نگاه میکنن شنیده میشود. وای خودش چقدر میتونه ترسناک باشه، فکر کنم مثلا توی جنگل تاریک راه میری صدای خوندن یه آهنگ میاد و امکان داره هر چه مثلا این انمیا بهتون حمله کنن و خیلی میتونه ترسناک باشه. لیان توسط یک دشمن دائمی تعقیب میشود که بهش میگیم استاکر، در حالی که جیل توسط استاکری به نام گوتمن مورد حمله قرار میگیره، همون گوتمنی که شبیه فکرم کله بز داشت. آنتاگونیست اصلی بازی آقای سایمون نام داره، مثل آلبرت وسکر، مثل چه میدونم اولین، مثل چه میدونم مادر مرندا، توی رزیدنت ایل 9 به اسم سایمون. بازی شامل دو دمو خواهد بود، دموی جیل در بیمارستان و دموی لیان در جنگل. این بازی موقع که میاد نزدیک رو نمایش میشه یا نزدیک ریلیز شدن میشه، همیشه کپ ها میکنه میکنه دمو میده بیرون، دو دمو میاد بیرون که یکیش مربوط به جله و یکی دیگه هم مربوط لیان. منبع رزیدنت ایوی سنترال در توییتر و رزیدنت آف اویل از یوتیوب. آقا حرفاش همه خفن بودن و بهتون میگم من بی نهایت هایپم برای این بازی و میشه گفت 70% اصلا قابل پیش بینی بود و میتونستیم پیش بینی کنیم که کپکان قراره یه همچین چیز خفنی بسازه، ولی الان که روز به روزماری یا به همون روز وینترز رپ داره خیلی میتونه خفن تر بشه. یه سری چیزا ما شنیدیم، حالا ببینیم توی آخرین نسخه رسمی کپکان که میشه رزیدنت ایویل ویلیج، ببینیم آیا ایستر اگ هایی از رزیدنت ایویل 9 هست یا نه. باز هم یه سری افراد اومدن بررسی کردن و خدمتتون عرض کنم یه سری چیزهای پیدا کردن که میتونه خیلی خفن باشه و باز هم من ترجمه شدهش رو براتون میخونم. با توجه به لیک های منتشر شده در RE9، نماد ماه در نسخه جدید خیلی استفاده میشود و گفته میشه که انمی های داخل رزیدنت ایویل 9 ماه را میپرسند. داخل DLC Shadows of Rose نسخه ویلیج هم زمانی که روز داخل اتوبوس بود، مادر و دختری داشتن راجع به رسیدن به ماه مکالمه میکردن، توی هم اتوبوس بود که میخواست بره سر خاک باباش خدا بیامرزش. میتواند ماه را لمس کند؟ نه هیچ کس نمیتواند، ماه خیلی دور است و حتی نماد ماه روی کفش روز وینترز هم دیده میشود. نکته جالب اینجاست که نماد موتور گرافیک کپکام یعنی RE انجین هم دست پسری را نشان میدهد که به سمت ماه رفته و همانند دیالوگ اون مادر و دختر میخواد ماه را لمس کند، که همه اینها میتونه به این معنی باشه که موتور گرافیک کپکام و چه بسا RE9 قراره به اوج خودشون برسن و جهان بازی بزرگ و داستانی حماسی و جاه طلبانه رو در آینده داشته باشیم. خیلی اتفاق خفنه، یعنی این
نماد آریان جین واقعا راست میگه، داره ماه رو لمس میکنه و اصلا ما اینو توجه نکردیم که ربط داره به دیالوگ رزیدنت اویل ویلیج و اینکه اصلا داره اشاره میکنه دقیقا آریان جین به رزیدنت اویل 9 و این میتونه خیلی ایسترگ قوی باشه و میتونه تقریبا دیگه ثابت بکنه که واقعا ماه توی رزیدنت اویل 9 میتونه خیلی چیز خفنی باشه و مهمترین چیز بازی. خب بچه ها نظرتون راجع به این اخبار توی بخش کامنت ها بنویسید. خبرهای خیلی خفنی هن ها، خیلی خبرهای خفنی هن و امیدوارم که هر چیز ما رزیدنت اویل 9 دریافت کنیم و چه بازی. و بچه ها حالا یه پیشنهادتون میکنم، حتما سایلنت هیل 2 ریمیک رو بازی کنید. واقعا جدی میگم آخرهای بازی هم داره تمام بشه دیگه و واقعا بازی ترسناک و پر از پازل، پر از چالش، حتما بازیش کنید. دمتون گرم، مرسانم خیلی عشقی، لایک و سابسکرایب یادتون نره. بوستان تک تکتون، خدا نگهدار.